سی و چهار مردی به نام اوه و پسر همسایه او یک صندلی تاشوی آبی با خودش آورده است تا مجبور نباشد تمام مدت سر پا بایستد چون میداند که کار میتواند به درازا بکشد همیشه همینطور بوده هر بار که نیتش را برای سونیا آشکار میکند او هم از آن خوشش نمیآید کار به درازا میکشد با دقت تمام برف ها را رو از روی سنگ قبر پاک میکند تا بتوانند همدیگر را بهتر ببینند در یک چنین شهرکی آدم در طول چهل سال خیلی ها را می بیند که می آیند و می روند. خانه بین خانه اوبه و رونه در طول این سارها مرتبا پر و خالی می شد. خانواده های ساکت و شلوغ، خانواده هایی که به چشم می آمدن و غیر قابل تحمل بودند. همچنین خانواده هایی که سرشان در لاک خودشان بود. این خانه را پر و خالی کردند. خانواده هایی که بچه های قد و قدشان روی حسارها ادرار می کردن. به همان نسبت در این خانه ساکت بودند که خانواده هایی که سعی می کردن برخلاف مقررات در باخچه هایشان بوته بکارند. حتی خانواده هایی هم بودند که ناگه هم به سرشان می زد نمای ساختمان را صورتی کنند. با وجود تمام اختلاف سلیقه هایی که اوه و رونه با هم داشتند در این یک مورد هم نظر بودند که خانواده هایی که به این خانه نقل مکان می به نوعی عقل درست حسابی نداشتند اواخر دهه هفتاد مردی که از مدیران بانک بود به گفته بنگاهدار این خانه را به چشم موقعیتی برای سرمایه گذاری دید و آن را خرید. او خانه را در طول سال به افراد مختلفی اجاره میداد. در تابستان یک سال خانه را به سه مرد جوان اجاره داد که آنها هم این خانه را به پاتوق معتادان و خلافکاران تبدیل کردند. روزانه 24 ساعت جشن می گرفتند خورده شیشه های بطری های نوشیدنی الکلی در خیابان پخش بود. صدای موسیقیشان چنان بلند بود که قابهای عکسی که به دیوارهای خانه سونیا و اوه آویزان شده بودند به لرزه می افتاد. اوه سراغشان رفت تا با آنها صحبت کند ولی آنها او را دست انداختند. حتی وقتی از ترک محل خودداری کرد یکی از آنها روی او چاقو کشید. وقتی سونیا روز بعد سعی کرد آنها را سر عقل بیاورد او را زنک افلیش خطاب کردند شب بعد صدای موسیقی را حتی بلندتر از قبل کردند و وقتی آنیتا مستاصل روی تراس ایستاد یک بطری به بنجره اتاق نشیمنش اصابت کرد که البته فکر خوبی نبود اوه بلا فاصله نقشه انتقام کشید و شروع کرد به تحقیق درباره وضعیت مالی مالک. به چند وکیل همچنین به اداره مالیات زنگ زد تا اجاره این خانه را غیر قانونی اعلام کنند. به سونیا گفت حتی اگر لازم باشد کار را تا دیوان عالی هم خواهد کشان. ولی کار حتی تا آستانه در هم کشیده نشد. شبی رونه را دید که سویش به دست به طرف گاراژش رفت. وقتی برگشت یک کیسه پلاستیکی در دست داشت که اوه نمیدانست داخل آن چیست. روز بعد پلیس آمد و سه جوان را با دستبند برد چون بر اساس گزارش یک فرد ناشناس مقدار متنابهی مواد مخدر در گاراژ آنها کشف شده بود وقتی این اتفاق افتاد اوه و رونه در خیابان ایستاده بودند نگاههایشان با هم تلاقی کرد اوه چانهاش را خواراند متفکرانه گفت آدم اصلا نمیدونه تو این شهر چطور میشه مواد مخدر گیر رو آورد رونه دست در جیب پاسخ داد خیابان پشت ایستگاه قطار من که این دور شنیدم و نیشخند زد او به سرش را تکان داد مدتی در سکوت ایستادند و فقط لبخند زدند بعد اوه پرسید ماشینه چطور کار میکنه رونه جواب داد عالی بعد از آن دو ماه با هم رابطه خوبی داشتند تا دعوا سر سیستم گرمایشی دوباره شروع شد ولی به گفته آنیتا دوران خوبی بود مستجران این خانه سالهای بعد هم آمدند و رفتند و اوه و رونه با دیده اقماز به آنها نگاه کردند و حتی در کمال شگفتی آنها را پذیرفتند. به هر حال می شود قضاوت کردن درباره این جور افراد را تعدیل کرد. در تابستان یکی از سالهای دهه نود خانمی با یک پسر بچه نه ساله توپل مپول که بلافاصله جایش را در قلب سونیا و آنیتا باز کرد به این خانه نقل مکان کرد پدر این پسر کمی بعد از تولد او خانوادهاش را ترک کرده بود گردن کلفت چهل ساله ای که حالا با آنها زندگی میکرد و سونیا و آنیتا مدتها سعی کردند او را نادیده بگیرند شوهر جدید خانم بود او به ندرت خانه میآمد سونیا و آنیتا از زنش چیزی نمیپرسیدند پیش خودشان فکر میکردند که حتما این مرد دارای خسنت های خوبی است که از چشم آنها پنهان مانده است یک بار همسر جوانش با لبخندی شجاعانه بر لب گفته بود خب اون ما رو سرپرستی میکنه خودتون میدونید که برای یک زن جوان با داشتن یک فرزند دست و پنجه نرم کردن با مشکلات کار چندان آسونی نیست وقتی برای اولین بار صدای نره مرد گردن کلوف را در خانه شنیدن با هم به این نتیجه رسیدند که چهار دیواری اختیاری مرتبه بعد به خودشان گفتند در هر خانواده پیش می شاید معنای خاصی نداشته باشد. وقتی گردن کلوف دوباره گورش رو گم کرد، سونیا زن جوان و پسرش را برای نوشیدن قهوه به منزل دعوت کرد. زن جوان با یک لبخند اجباری گفت که کبودی های صورتش بر اثر بی در باز کردن در کمد است. رون همان شب با مرد گردن کلوف برخورد کرد. وقتی مرد داشت از خود راش پیاده می شد کاملا مست در دو شب بعد همسایه های دو طرف می شنیدن که چگونه این مرد در خانه نره می کشید و اشیا را به زمین پرتاب می کرد. صدای فریاد زن جوان را از شدت درد می شنیدن. و وقتی صدای پسر بچه نه ساله هم به گوش رسید که گریه کنان التماس می کرد. دیگه نزن دیگه نزن دیگه نزن اوه بیرون رفت و روی تراس ایستاد. رونه قبل از او روی تراس خانهاش ایستاده بود در آن زمان این دو نفر یکی از بدترین دعواهایشان را بر سر انتخاب رئیس انجمن تجربه میکردند تقریبا یک سال میشد که با هم حتی یک کلمه حرف نزده بودند ولی حالا لحظه ای به هم نگاه کردند و به خانه برگشتند دو دقیقه بعد هر دو لباس پوشیده جلوی خانه همسایه بودند گردن کلوفت که به شدت خشمگین بود سعی کرد همان جلوی در میخ را بکوبد ولی مشت اوه درست وسط بینیش فرود آمد. گردن کلوفت تلو تلو خورد ولی خیلی زود خودش را دوباره پیدا کرد و با یک چاقوی آشپزخانه به سمت اوه حمله کرد. مشت محکم رونه مثل یک چکش با او برخورد کرد. رونه در بهترین روزهایش نمونه کامل یک مرد بود و درگیر شدن با او عملی بسیار نابخردانه. مرد روز بعد شهرک را ترک کرد و دیگر هرگز باز نگشت. زن جوان دو هفته تمام در خانه آنیتا اورونه خوابید. بعد با پسرش به خانه برگشت. او و اورونه به بانک شهر رفتند و غروب سونیا و آنیتا به زن جوان گفتند پول را یا به عنوان هدیه قبول کند یا قرض ولی جهر و بحث اضافی نکند. و اینجور شد که این زن جوان همراه پسرش در این خانه ماندگار شد با پسر کوچک توپول و مپولش که عاشق کامپیوتر بود و اسمش جیمی او به خم می شود و خیلی جدی به سنگ قبر نگاه می کند فکر می کردم وقت بیشتری داشته باشم برای همه چیز سونیا جواب نمیدهد. میدونم وقتی شروع میکنم به دعوا کردن تو چه نظری داری ولی این بار باید حق رو به من بدی با بعضی از آدما نمیشه حرف زد اوه ناخونه شستش رو روی کف دستش فشار می دهد. سنگ قبر ثابت و استوار سر جایش است و کلامی حرف نمی زند. ولی اوه نباید کلمه ای بشنود تا بداند نظر سونیا در این باره چیست. هر بار که با هم اختلاف نظر پیدا میکردند سکوت سونیا همیشه بهترین استدلالش بود. چه در زمان حیاتش، چه حالا که از دنیا رفته است. او به صبح به اداره تامین اجتماعی یا هر چه اسمش زنگ زده بود از خانه پروانه تماس گرفته بود چون خودش دیگر تلفن ندارد پروانه به او تذکر داده بود که دوستانه و معدبانه صحبت کند گفتگو خوب آغاز نشد چون بلا فاصله او را به مسئول پرونده وصل کردند و او هم کسی نبود جز آن مرد سفید پوش سیگاری. مرد بلافاصله فاصله عصبانیتش را ابراز کرد از اینکه اشکدای سفیدش هنوز جلوی خانه رونه و آنیتا گیر کرده و اوه احتمالا در موقعیت بهتری قرار می گرفت اگر بلافاصله فاصله خواهی و اعتراف می کرد که کار بیهوده ای انجام داده و او را بدون خود رو گذاشته است حداقل این جایگزین بهتری می تا اینکه به او ناسزا بگوید شاید بالاخره یاد بگیری تابلوها را بخونید احمق بیسواد سواد. حتما بهتر میشد مورد بعدی اوه برای گفتگو این بود که سعی کند مرد را متقاعد کند که رونه را به آسایشگاه نفرستد مرد به اطلاع اوه رساند که انتخاب احمق بی سواد برای شروع مذاکره در مورد این مسئله انتخاب درستی نبوده پیامدش یک سری دریوری های معقول دیگر بود و دست آخر اوه سریح و آشکار گفت که آنها اجازه انجام چنین کاری را ندارند آدم که نمیتواند به همین راحتی مردم را از خانه و کاشانهشان دور کند و با آسایشگاه بفرستد فقط به این دلیل که با گذشت زمان دچار اختلال حواس شده است مرد که آن طرف خط قرار داشت پاسخ سردی داد گفت در وضعیتی که رونه دارد برایش شیش فرقی نمی کند که کجا برده شود اوه در گوشی مجموعه فوش را با فریاد ردیف کرد و مرد سفید پوش هم جمله احمقانه ای به زبان آورد تصمیم گرفته شده در یک روند دو ساله اوه از دست شما هیچ کاری بر نمیاد هیچی اصلا بعد گوشی را قطع کرد او به پروانه نگاه کرد بعد به پاتریک گوشی پروانه را به میز آشپزخانه کوبید و قرولند کنان گفت که آنها به یک نقشه جدید نیاز دارند همین حالا از قیافه پروانه غم میبارید ولی پاتریک بلافاصله سرش را تکان داد کفشهایش را پوشید و از در بیرون رفت انگار منتظر بود که فقط اوه دهانش را باز کند. پنج دقیقه بعد همراه با آندرس دیوانه برگشت که او هم جیمی را دنبال خودش به اینجا کشانده بود. اوه با انزجار به مردک دیوانه اشاره کرد و گفت اون اینجا چی کار میکنه؟ پاتریک پرسید مگه نگفتی به یه نقشه جدید نیاز داری؟ با سر به آندرس اشاره کرد و چهرهش حالت رضایتمندانه ای به خود گرفت. جیمی اضافه کرد آندرس نقشه ماست. آندرس با کمی درحاله به دور را اطراف نگاه کرد. از قیافش معلوم بود که از اخم اوه هول کرده. ولی پاتریک و جیمی او را از راهرو به داخل اتاق نشیمن کشیدند. پاتریک گفت: تعریف کن. اوه پرسید: چیو؟ آندرس شروع کرد. راستش شنیدم که شما با مالک اشکودا مشکل دارید و با نگرانی به پاتریک نگاه کرد. اوه سرش را تکان داد و بیصبرانه منتظر شنیدن بقیه داستان ماند. آندرس محتاطانه ادامه داد بله احتمالا تا به حال به شما نگفتم شغلم چیه درسته؟ اوه دستایش رو داخل جیپایش کرد و با آرامش خاطر بیشتری به گوش ایستاد و آندرس شروع کرد به حرف زدن. دست آخر اوه مجبور شد اعتراف کند که این نقشه حتی فراتر از تصوراتش بوده. وقتی حرفای آندرس به پایان رسید اوه گفت راستی اون گوسفند موبور کجاست؟ ولی وقتی پروانه به ساق پایش کوبی جلوی خودش رو گرفت و گفتهش رو تحصیح کرد. همسرتون. آندرس گفت. آخ دیگه با هم زندگی نمی کنیم. وسایلش رو جمع کرد و رفت. و به کفشایش زول زد. بعد تعریف کرد که همسرش کمی عصبی بوده که اووه دائما با او و سگش دعوا می کرده است ولی وقتی برای آندرس تعریف کرده که او سگ او را چکمه زمستانی صدا می کرده آندرس چنان زیر خنده زده که عصبانیت همسرش چندین برابر شده است نامزد جدیدش اومد و وسایلش رو برد اون دوتا مدت ها قبل و هم آشنا شده بودن پروانه جیمی و پاتیک هر سه انگار به یک زبان گفتند نه آندرس اضافه کرد نامزدش یه لکسوس داره اوه گفت نه و اینجور شد که وقتی مردک سیگاری بعد از ظهر همراه با یک مامور پلیس آمد و مامور از اوه خواست که راه را برای عبور اشکدا باز کند هم اشکدای سفید و هم یدک کش ناپدید شده بودند اوه دست در جیب جلوی خانهش ایستاده بود مرد سفید پوش بالاخره طاقتش تمام شد و سر اوه داد کشید اوه گفت که اصلا خبر ندارد چه اتفاقی افتاده ولی اگر او به تابلوها توجه می کرد و با خودرو وارد منطقه مسکونی نمی شد احتمالا این اتفاق هرگز رخ نمیداد. داد. البته اوه وارد جزئیات نشد و نگفت که آندرس صاحب شرکتی است که خودروها را با جرثقیل حمل می کند و ظهر و ظهر یکی از جرثقیل ها اشکودا را حمل کرده و آن را چهل کیلومتر آن طرفتر در یک خندق رها کرده بود. وقتی مامور پلیس محتاطانه از اوه پرسید که آیا واقعا چیزی ندیده اوه مستقیم در چشمان مرد سفید پوش زل زد و گفت خبر ندارم شاید فراموش کرده باشم تو سن و سال من حافظه ی آدم دیگه درست کار نمیکنه وقتی مامور نگاهی به دور اطراف انداخت و بعد از او پرسید که اگر با ناپدید شدن اشکودا رابطه ای ندارد پس این وقت روز در خیابان چه می کند اوه شانههایش را بالا انداخت و به مرد سفید پوش چشمک زد هم تلویزیون برنامه جالبی نداره خشم جوری رنگ از رخ مرد سفید پوش پران که رنگ صورتش حتی پریده تر از رنگ پیراهنش شد بعد داد و بیداد راه انداخت و گفت که این پایان قصه نیست و واقعا هم نبود چند ساعت بعد آنیتا با فست سفارشی از اداره تامین اجتماعی نامه ای دریافت کرد که مرد سفید پوش آن را امضا کرده بود همراه با تاریخ و ساعت اجرای حکم و حالا اوه جلوی سنگ قبر سونیا ایستاده و زیر لب چیزی مثل متاسفم نجوا می کند. میدونم وقتی با دیگران سرشاخ میشم از دستم عصبانی میشی ولی خب چیکار میشه کرد حالا باید یکم بیشترم منتظرم بمونی الان برای مردن وقت ندارم بعد گلهای روز یخزده قدیمی را از زمین سفت میکند و روزهای جدید را رو به جای آنها میکارد صندلی تاشو را جمع می کند و در حالی که به سمت پارکینگ می رود زیر لب چیزی مثل حالا وقت جنگ میگوید.